تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره وحی هستیم، غذای سالم. کجا بشینیم؟ هر جا بشینیم غذاش احتمال خطر توشه. غذای سالم سالم از کی؟ از خالق. برای کی؟ برای مخلوق. برای چی؟ برای رشد، برای هدایت. تفسیر چند دقیقه ای از اول قرآن شروع کرده، جزء 2 آیه 204 هستیم، با هم بشنویم. و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام. از مردم کسانی هستند که بعضی هستند که گفتارشون درباره زندگی دنیا مایه اعجاب تو میشه. یعنی حرف که میزنن خیلی قشنگ حرف میزنن و قسم هم میخورن و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا را بر آنچه در دل دارن گواه میگیرن. یعنی خدا میدونه راست میگم. ولی قرآن میگه و هو الد الخصام، در حالی که او سرسخت دشمنه. کلمه لد یعنی خصومت، الد به کسی گفته میشه که شدیدترین دشمنی رو داره انسان. خصام هم یا جمع خصمه یا مصدر به معنی خصومته. الد الخصام یعنی سخت، سرسخت‌ترین دشمن هاست. منافقین با مانور، تبلیغ، تهدید، تطمیع، جلوه و زرق و برق، شایعات، سخنرانی، رفت و آمد، ملاقات ها، کنگره ها، دور هم نشستن ها، روزنامه ها، تیترها، بوق ها، منافقین با این کارها یک کاری میکنن که شما برق از چشمت بپره. یعجب که قبوله، حرفاشون خیلی حرفای به حساب علمی و کارشناسی و لقبای گنده ای هم روشون میذارن. مثلا این تحقیقات پژوهش آمار نشون میده، کارشناسی شده، یه جور حرف میزنن که آدم هم تو بهتش بده. بعد میگه هیچی توشی نیست، هیچی توشی نیست. و هوا علد دل خسام، گاهی هم قسم میخورن فدی نه حرفاشون و نه قسماشون بهشون اعتنا نکن. اینا سرسخت ترین دشمنان تو هستن. نکاتی که از این آیه به ما یاد میده، درسایی که میگیریم چند تاست. یکی این که سخنان شیوا و سحرآمیز منافقین شما رو فریب ندهد. اگر یکی چیز قشنگ حرف زد گولش نخور. به هر سوگندی اطمینان نکنید. بارها قرآن فرموده اتخذوا ایمانهم جنه، قسمایی که میخورن سپره. سوگند دروغی که از راه‌های نفوذ منافقینه. یشهد الله علی ما فی قلبه، میگه خدا گواه اون که میگم راست میگم، خدا میدونه من تو رو دوست دارم، دروغ میگه. دشمنان همیشه از مقدسات علیه مقدسات، از مذهب علیه مذهب استفاده میکنن، چون نام خدا مقدسه، سوگند به خدا مقدسه، حضور در محضر پیغمبر مقدسه. اینا هم محضر پیغمبر حاضر میشن، در محضر پیغمبر مقدسه، قسم خدا هم مقدسه، اما در این حال با اینکه خدمت پیغمبر رسیدن و قسم هم خوردن اما بهشون اعتماد نکن. سوژه های سخن منافقین مربوط به مسائل دنیوی است تا دیگران تحت تاثیر قرار دهند. یعجب و که قول او فی الحیات دنیا، نفت چجور میشه، دلار چجور میشه، در آینده نمیدونم گندم چی میشه، کدوم کشتی کجا رفته، کدوم هواپیما کجا اومده، کیه با کیه ملاقات کرده. یعنی حرفاشون حرف معنوی نیست، همش حرفای مادیاته. و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، یعنی یا در زندگی دنیا یا مربوط به مسائل مادی است. بعد خداوند فرمود که و هو علد در خصام، اینا سرسخت خصم و دشمن تو هستن. از این معلومه که پیغمبر، یعنی خداوند پیغمبرشو از غیب و درون سینه منافقین آگاه میکنه. به پیغمبر میگه که حواست جمع باشه. اینا کسانی هم که خودشون میدونن دروغ میگن، با سوگند و زیباسازی سعی دارن که خودشون رو دلسوز و مخلص نشون بدن.
خب ولی لو میره، لو میره. نتیجه این درس چی شد؟ آیه 204 سوره بقره، این آیه 204 سوره بقره به ما درس میده. یک، مدار فعالیت منافقین دنیاست. دو، حرکتاشون چشما رو خیره میکنه. سه، از قسم و مقدس بودن سوگند استفاده میکنن. چهار، ظاهر باطنشون فرق میکنه و تو مواظب باش نگول سخنشون رو بخور، نگول قسمشون رو بخور. و این میخواد بگه مسلمان ها باید یه خورده عمیق‌تر باشن، سطحی نگر نباشید. یه چیزی گریه میکنه بگید خوبه، یه خورده عمیق‌تر باشید. این مسئله مهمیه، یه خورده عمیق‌تر باشید. این میخواد مسلمان ها رو از ساده اندیشی نجات بده. خیلی مسلمان ها به خاطر ساده اندیشیشون کارا سرشو رفت. در زمان خلفا در صدر اسلام، یکی از دودمان ظاهرن بنی امیه بود، پیش نماز بود، وتر نماز مست بود، نماز صبح و سر رکعت خوند. گفتن سر رکعت خوند، گفت امروز حالم خوشم، میخواد بیشترم بخونم بخونم. یعنی است امام جماعت مست. کسان جا پیغمبر وایستیدن که چه عرض کنم، خدایا ما را از ساده اندیشی که گول ظاهر بخوریم از اونها قرار نده، عمیق‌تر باشیم. تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.